ان زمانی کے ایشون در منطقے فعلیے کے پاکستان و مدن، ان زمان ایشون عزاداری را انجا ہوتن، خود جا امام زمان حضرت امام جعفر صادق انجا مردم عزاداری میں کردن، تا ان کے رسید بنام پاکستان ان منطقے شد و کسانی که از هندوستان به پاکستان اومدن، شیعیان اینجا اومدن، قبلا اینجا بودن، شیعیان اونا عزاداری را منظم کردن و بهتر کردن. عزاداری که شروع شد از وقتی که علویان آمده، چون واقعات کربلا را نقل می کردن برای مردم، سند همین ایالت موجود است، سند الان هم هست. امروز اگر هم شما بروید، چه شیعه باشند چه سنی باشند، در مراسم عزاداری همه شرکت دارند. شیعه جلوس یعنی تظاهر راهپیمایی که می کردن، همون سینه زنی و زنجیر زنی، همه سنی ها سبیل ها گذاشتند برای برای شربت، برای مشروب شیرین و برای چای و برای آب، اینطوری سبیل می گذاشت. این همه شرکت داشت به خاطر این حب اهل بیت. تا امروز همه شبه قاره این، هر کجا ما علامات حب اهل بیت بدیم. اولین جلوس عزاداری، یعنی همین راهپیمایی، به صورت راهپیمایی عزاداری که الان رایج هست، این حیدرآباد دکن شروع شده یا لکھنؤ، اما این هر دو شهر عروج داد. چرا؟ چون قدرت به دست شیعان رسیده بود و شیعان اون هم یعنی به مذهب علاقه داشتن، به دست علما بودن. وقتی که علما بودن، پس این مراسم عزاداری باعث شد که مذهب تشیع اینجا خیلی شایع شد، یعنی جلو رفت، بالا رفت، پیشرفت کرده. دانشجویان را فرستادن پاکستان از همه اروپا، بلخص امریکا. من خودم شاهد بودم، چون پیش بنده هم آمده بودن برای باران پایان نامه که ترتیب میدادن آمدن. وقتی که این تخت پایان نامه اونجا میرسه، اون در پنتاگون و کاخ سفید میشینن، از کجا میتونیم بین شیعه ها افتراق ایجاد کنیم؟ ببین، بعضی چیزها ما باید حرکت دشمن را باید ببینیم و از اون باید ما متوجه بشیم. در این اواخر شما اطلاع دارید، در اواخر کنه چند سال پیش البته، وقتی که دشمن یعنی امریکا استکبار جهانی دید که این تشیع دن بدن چیز میشه، مضبوطتر قویتر میشه و ما اصلا به هیچ یعنی وسیله به هیچ قیمتی نمیتونیم اینها را شکست بدهیم. و بعد مطالعه کردم و تحقیقات کردم که چی چیزی هست که تشیع را نگاه داشته تا الان. دو تا پایه خیلی اساسی هست که این دو تا پایه اگر اصلا یا زده بشه یا مثلا کمرنگ بشه، میتونیم به اینها یک ضربه بزنیم. یک پایه اجتهاد و مرجعیت و یکی هم عزاداری. Yeah.
زندگی دشوار.